سرخط خبرها. سفر رئیس جمهوری ایران به ژاپن، شینزو آبه از حسن روحانی خواست ایران به برجام پایبند بماند. گپ و گفت نمایندگان ایران و آمریکا در حاشیه نشست شورای امنیت. طرف آمریکایی مرگ دختر 2 ساله ایرانی به خاطر نبود دارو را تسلیت گفت. نتایج اولیه تحقیقات آمریکا درباره حمله به تأسیسات آرامکو. رویترز میگوید همچنان از نظر واشنگتن اثبات دست داشتن ایران در این حملات ممکن نیست. و بریکسیت موضوع اولین جلسه پارلمان تازه بریتانیا. نمایندگان درباره لایحه دولت برای خروج از اتحادیه اروپا تصمیم میگیرند. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. حسن روحانی در ژاپن با شینزو آبه نخست وزیر دیدار کرده. گرچه مقام های ایرانی گفتن رابطه ایران و آمریکا با تحریم ها در مذاکرات این دو نفر جایی نخواهد داشت، اما تحلیلگران همچنان احتمال میدهند کاهش تنش میان ایران و آمریکا از اهداف این سفر باشد. نخست وزیر ژاپن گفته نگران کاهش تعهدات ایران در برجام است و خواسته تا ایران به تعهداتش پایبند بماند. فرین عاصمی گزارش میدهد. نخستین سفر یک رئیس جمهوری ایرانی به ژاپن بعد از نزدیک به 20 سال. حسن روحانی در توکیو با نخست وزیر ژاپن دیدار کرد. دیداری که انتظار می‌رود فرصتی باشد برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا و میانجیگری توکیو بین دو کشوری که سالهاست روابط دیپلماتیک ندارند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از آقای روحانی خواست به توافق برجام متعهد بماند. ایران یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام تعهداتش با آن را در 4 مرحله کاهش داد، اقدامی که جامعه جهانی را نگران کرده و به فشار حداکثری آمریکا علیه تهران منجر شده. در مقابل حسن روحانی از شینزو آبه خواست با همکاری کشورهای دیگر به حفظ برجام کمک کند و خروج آمریکا از این توافق را غیر منطقی نامید. گرچه علی ربیعی سخنگوی دولت پیشتر گفته بود مذاکرات آقای روحانی و نخست وزیر ژاپن ربطی به مذاکره با آمریکا ندارد، اما احتمال آن را هم منتفی ندانست. در سفر آقای رئیس جمهور به ژاپن ربطی به مسائلی مثل مذاکره با آمریکا قطعا این سفر ربطی نداره، منتها معمولا دوستان ما، دوستان ژاپنی، حامل پیام ها یا ابتکار عمل هایی هستند که ما برای شنیدن اونها استقبال میکنیم. وزیر نفت ایران هم احتمال رفع معافیت نفتی ژاپن را منتفی دانسته. شینزو آبه خرداد به ایران سفر کرد تا تنش شدید آن روزها بین تهران و واشنگتن را کاهش دهد. من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم، اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم. همزمان با سفر نخست وزیر ژاپن به تهران، حملاتی به نفتکش‌ها در خلیج فارس انجام شد. یکی از آنها یک کشتی تحت مالکیت ژاپن بود. ژاپن حالا قصد دارد نیروهای دفاع از خود را به خاورمیانه بفرستد، اما همزمان گفته به نیروهای چند ملیتی محافظت از کشتیرانی در خلیج فارس که به ابتکار آمریکا تشکیل می‌شود نمی‌پیوندد. حسن روحانی که بعد از شرکت در اجلاسی در کوالالامپور به ژاپن رفته، پیش از پرواز به توکیو گفت که در این سفر درباره امنیت کشتیرانی در منطقه هم مذاکره خواهد کرد. سفر حسن روحانی به ژاپن یک ماه بعد از سرکوب خونین معترضان در ایران انجام شده. هم رئیس جمهوری ایران و هم نخست وزیر ژاپن گفتند بعد از دیدار دو جانبه در مقابل دوربین خبرنگاران به سوالات پاسخ نخواهند داد. شینزو آبه به عنوان متحد کلیدی آمریکا مدت هاست تلاش می‌کند روابط میان تهران و واشنگتن را بهبود دهد. این بار دیدار سران دو کشور در شرایطی انجام می‌شود که از تنش میان دو رقیب دیرین کمی کاسته شده است. فرین عاصمی، BBC.
همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره نقش ژاپن در کاهش تنش میان تهران و واشنگتن، تصاویر نشست دیروز شورای امنیت نشان می‌دهد نمایندگان ایران و آمریکا در حاشیه این نشست گفتگوی کوتاهی داشتند. پس از پایان این نشست، کلی کرافت نماینده جدید آمریکا به طرف هیئت ایرانی می‌رود و با مجید تخت‌روانچی چند دقیقه صحبت می‌کند. مقام‌های آمریکایی به بی بی سی گفتند که خانم کرافت مرگ یک دختر 2 ساله ایرانی را به آقای تخت‌روانچی تسلیت گفته. دختری که آقای تخت‌روانچی در نشست شورای امنیت گفت نامش آوا بود و به خاطر کمبود دارو ناشی از تحریم‌ها بر اثر یک بیماری پوستی درگذشته. از بهمن کلباسی خبرنگارمون در نیویورک پرسیدم چقدر دیدار نماینده آمریکا و نماینده ایران در سازمان ملل معموله. کلاً گفتگوی دیپلمات‌ها خب خیلی معمول هست، هم در راهروهای سازمان ملل هم در جلساتی که حضور دارن، اما از زمان به قدرت رسیدن آقای ترامپ ما شاهد این که سفیر آمریکا در سازمان ملل با همتای ایرانیش در ملأ عام جلوی دوربین‌ها یک چنین گفتگویی داشته باشن نبودیم. البته غیر ممکن نیست که پشت درهای بسته در جلسه هایی با هم صحبت کرده باشن، ولی این نمونهش رو نداشتیم در 3 سال گذشته و مخصوصا که دیدیم خانم کرافت بلند شد از جاش به سمت هیئت ایرانی رفت، نه اینکه به صورت اتفاقی از کنار هم رد شده باشن و شروع کردن صحبت کردن، رفت اونجا مشخصا دستیارش داشت به آقای آل حبیب نماینده دیپلمات دیگر ایرانی میگفت که خانم سفیر داره میاد که با شما صحبت کنه. چند ثانیه تصاویر نشون میده که صحبت میکنن، مجید تخت‌روانچی سفیر ایران نماینده ایران هم میاد و 3 نفری میستن صحبت میکنن. بعد از اینکه این تصاویر به صورت زنده در تلویزیون سازمان ملل از دوربین های سازمان ملل پخش شد، به تبع ما همه کنجکاو شدیم که چه چیزی موضوع بحث بوده. از طرف آمریکایی پرسیدم که گفتن که بعد از اینکه آقای تخت‌روانچی همونطور که در مقدمه آمد اشاره کرد به اینکه تحریم ها سبب فشار شده به مردم ایران و در موارد زیادی دارو در دسترس نیست که منجر به مرگ هم شده، یه نمونهشم همین دختری به نام آوا 2 ساله در اهواز، خانم کرافت تصمیم گرفته که به او تسلیت بگه. طرف ایرانی گفت که نه، سوال کرد در مورد این کیس، ولی به هر حال تسلیت یا سوال اون چیزی که رخ داده این است که مطلبی که آقای تخت‌روانچی مطرح کرد در سخنرانیش بهانه‌ای بوده برای اینکه خانم کرافت بره و صحبت کنه با او. در مقایسه با سفیر پیشین دولت ترامپ در سازمان ملل خانم هیلی، یا به نظر میاد که موضع خانم کرافت متفاوته؟ 2 تا نکته باید بگیم. اولا که خانم هیلی هم موقعیت خیلی مهمتری داشت در دولت آقای اوباما، معذرت می‌خوام، دولت آقای ترامپ، به این معنا که به سنت دولت‌های پیشین در حد یک عضو کابینه بود، در جلسات کابینه شرکت می‌کرد، در حد یک وزیر در واقع نقش آفرینی می‌کرد. بعد از رفتن خانم هیلی، این سفیر جدید موقعیتش ضعیف‌تر هست و در واقع به وزیر خارجه آمریکا مستقیما گزارش میده به جای اینکه با رئیس جمهور در تماس باشه. در نتیجه موقعیتش قابل مقایسه شاید نباشه با خانم هیلی، ولی قطعا خانم هیلی به خاطر اینکه دنبال بود که در فضای سیاسی آمریکا فعالیت در آینده داشته باشه، حتی حرف از کاندیداتوریش در انتخابات های ریاست جمهوری آینده و اینا هست، خیلی بیشتر مواظب بود که آنچه که انجام میده به بازتاب داخلیش به خصوص در حزب جمهوری خواه مثبت بشه. به همین جهت هم هیچ علاقه ای نداشت که طرف دیپلمات های ایرانی بره. خانم کرافت همچین برنامه ای نداره، حداقل ما نمیدونیم که قصدی برای حضور در عرصه سیاسی داشته باشه. به همین جهت دستش مقداری بازتره، ولی تاثیرش هم به همون مقدار کمتره. به هر حال نباید خیلی تفسیرهای آنچنانی کرد از اینکه این دیدار معنی خاصی میده، ولی همزمان هم باید پذیرفت که این قدمی که خانم کرافت برداشته متفاوت از کاری است که مثلا خانم هیلی حاضر بود بکنه. بهمن کلباسی بود در نیویورک. و به خبری که در همین لحظات به دست ما رسید توجهتون رو جلب میکنم، پارلمان بریتانیا بعد از 47 سال رای داد که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج بشه. این جلسه در پارلمان بریتانیا اولین جلسه پارلمان تازه هست که برگزیت موضوع اصلیش بود. در یک رأی‌گیری تاریخی 358 نماینده با خروج از اتحادیه اروپا امروز موافقت کردند، در مقابل 234 نماینده مخالفت خودشون نشون دادند. ولی به هر حال این رأی‌گیری با پیروزی چشمگیر
بوریس جانسون که در انتخابات پارلمانی هم پیروز شده، راه رو حالا برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کاملا هموار میکنه. در ادامه برنامه به این موضوع برخواهیم گشت، در این باره گفتگوی خواهیم داشت، اما حالا خبرها رو دیگر خبرها رو پی میگیریم. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان دیروز مایک پومپئو گفته آمریکا بلندگوی قلدری و فریبکاری است و وزیر خارجه آمریکا هم در حد و اندازه پست وزارت نیست. آقای پومپئو دیروز اعلام کرد محمد مقیسه و ابوالقاسم صلواتی دو قاضی دادگاه انقلاب را به دلیل سرکوب‌های اخیر در ایران در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داده. خشار جنیدی خبرنگار بی بی سی در گفتگویی با مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از او پرسید آیا تحریم دو قاضی ایرانی محمد مقیسه و ابوالقاسم صلواتی و محدودیت‌های صدور ویزا برای خانواده‌هایشان پیامدهای عملی هم دارد یا صرفاً اقدامی است نمادین. It's important to name and shame these officials. You know, you see. ما فکر می‌کنیم که افشای نام مقام‌هایی که مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند مهم است. این قاضی‌هایی که تحریم شدند در نقض حقوق بشر مردم ایران دست داشتند. ما برای مقام‌هایی که در سرکوب، کشتار و زندانی کردن شرکت کنندگان در تظاهرات صلح‌آمیز نقش داشتند، صدور ویزا را محدود کردیم. این تصمیم برای مقام‌های حکومت که فرزندانشان را برای تحصیل به دانشگاه‌های آمریکا می‌فرستند، تبعات عملی دارد، چرا که دیگر نمیتوانند این کار را انجام دهند. Who send their children to school in the United States, typically university, they will no longer be able to do that. شاهد تبادل زندانی بین ایران و آمریکا بودیم. آیا گفتگو و اقدام‌های بیشتری در این باره در جریان هست؟ بازگرداندن ژیا وانگ که آمریکایی است برای ما خیلی مهم بود. حالا به جای سپری کردن تعطیلات سال نو در زندان، او در کنار خانواده‌اش خواهد بود. برای ما هیچ اولویتی بالاتر از بازگرداندن زندانیان و گروگان‌های آمریکایی مخصوصاً از ایران نیست. قرار نیست دیگر بازداشت شدگانمان را در ایران فراموش کنیم. می‌خواهیم که آنها هم تعطیلات در کنار عزیزانشان بگذرانند. ما به حکومت ایران این پیام را فرستاده‌ایم که آماده گفتگوهای کنسولی هستیم و امیدواریم بازگشت آقای وانگ سرآغاز این نوع گفتگوها باشد. مهم است بدانید که از دیدگاه ما هیچ چیز مانع از گفتگو میان آمریکا و حکومت ایران نیست. چه گفتگو درباره یک توافق جدید باشد، چه درباره مسائل کنسولی باشد و یا حتی تحریم‌ها. هیچ مانعی برای گفتگو وجود ندارد به جز خود حکومت ایران. There is nothing preventing the two governments from talking but the Iranian regime. President Rouhani is visiting Japan. آقای روحانی برای گفتگوهایی به ژاپن رفته. موضع‌گیری آمریکا در این باره چه هست و آیا پیامی براشون فرستادین؟ ما پیام‌هایمان را علنی می‌فرستیم. من همینجا به حکومت ایران و متحدمان ژاپن پیام می‌دهم. امیدوارم دوستان و متحدان آمریکا هنگام گفتگو با ایران سعی کنند این کشور را متقاعد کنند، برنامه موشکی بالستیک خود را متوقف کند، به نقض برجام پایان دهد و حمایت از تروریسم و بی‌ثبات‌سازی خاورمیانه را کنار بگذارد. اگر ژاپن بتواند ایران و روحانی را متقاعد کند که مانند یک کشور عادی رفتار کند و به کشتار مردمش پایان دهد، ما برای آنها آرزوی موفقیت خواهیم کرد. گفتگوی خشار جنیدی بود با مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. پلیس میگوید توانسته هویت میترا مهراد دانشجوی ایرانی کشته شده در کانال مانشا تایید کند. خانم مهراد دانشجوی دکترای روانشناسی بود که به همراه 20 مهاجر دیگر تلاش میکرد با عبور از کانال مانش خودش را به انگلستان برساند، اما او به دلیل وضعیت بد آب و هوا مفقود شد و بعد جسدش در آبهای اطراف هلند پیدا شد. بر اساس یک گزارش اختصاصی که رویترز منتشر کرده، نتایج اولیه تحقیقات آمریکا درباره حملات به تأسیسات آرامکو نشان می‌دهد همچنان اثبات دست داشتن ایران در این حملات ممکن نیست. با این حال، این تحقیقات در موضع رسمی واشنگتن درباره مسئول اصلی این حملات تغییری نکرده است. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. جنجال این 17 دقیقه آتشین هنوز ادامه دارد. دقایقی که در روز 23 شهریور ماه بخش‌هایی از تأسیسات نفتی عربستان با حمله 18 پهپاد و 3 موشک از کار افتادند و 5% از تولید نفت جهان کاسته شد. ما
و از همان آغاز ماجرا مقام‌های عربستانی و اندکی بعد آمریکایی با نشان دادن شواهدی مانند باقی‌مانده تسلیحات استفاده شده ایران را متهم کردند. یافته‌های اولیه ما از این حملات تروریستی نشان می‌دهد که تسلیحات استفاده شده در حمله ایرانی بوده. ما به تحقیقات ادامه می‌دهیم، اما تا اینجا نتایج نشان می‌دهند که این حملات توسط شبه نظامیان حوثی انجام نشده. ایران از همان ابتدا دست داشتن در حمله را رد کرد و حوثی‌های یمن هم اصرار کردند که به تلافی مداخله نظامی عربستان در کشورشان به این حمله دست زدند. حالا بعد از گذشت 3 ماه از این حملات تنش‌آفرین، چنان که رویترز گزارش داده، نتایج نخستین تحقیقات آمریکایی‌ها نشان می‌دهد که این حملات احتمالاً از سوی شمال انجام شده است که می‌تواند به معنای تأیید نقش ایران باشد. اما در این حال در همین گزارش آمده بررسی دقیق بازمانده‌های تسلیحات نتوانسته منشأ آنها را نشان دهد. به بیان دیگر، برخلاف آنچه عربستان در روزهای نخست اعلام کرد، ایرانی بودن این تسلیحات در تحقیقات آمریکایی‌ها تایید نشده است. در عوض در تحقیقات واشنگتن یافته‌هایی درباره برد پهپادهای به کار رفته در حمله آمده که می‌تواند تئوری وقوع حملات از خاک ایران را تایید کند. در نهایت این نتایج روز پنجشنبه در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت، جایی که هفته گذشته نیز تحقیقات مستقل سازمان ملل نشان می‌داد امکان تایید دست داشتن ایران یا ایرانی بودن تسلیحات برای کارشناسان سازمان ملل وجود ندارد. اما این یافته‌ها اثری بر موضع رسمی واشنگتن نگذاشت و نماینده این کشور در شورای امنیت با استناد به تحلیل‌های کارشناسان نظامی کماکان پافشاری کرد که حملات آرامکو کار ایران بوده. با این حال او که در جلسه‌ای در ارتباط با توافق هسته‌ای یا برجام سخن می‌گفت، افزود که کشورش همچنان به دنبال گفتگو با تهران است. آمریکا خواستار گفتگو با ایران است تا درباره توافقی بهتر مذاکره کنه. توافقی برای امنیت و صلح جهانی. با این حال آمریکا بیکار نمی‌نشینه تا ایران به بی‌ثبات کردن منطقه ادامه بده. ما هر کاری بتونیم انجام میدیم تا اقدامات مخرب ایران رو مهار کنیم و از همه شرکایمان در شورا می‌خواهیم که همین کار رو بکنند. آرامکو مهمترین شرکت عربستان و بازیگری مهم در بازار جهانی نفت است. ابعاد شوکاور حمله به تأسیسات این شرکت، پیچیدگی حملات و مهمتر اثرات آنی این حملات بر قیمت نفت، تنش در خلیج فارس را به بالاترین سطح در ماه‌های پرتلاطم اخیر رساند. نشانه‌ای روشن از خطرات قابل توجه رقابت‌های منطقه‌ای خاورمیانه و لزوم یافتن راه حل‌های تنش‌زا. مسئله‌ای که ظاهراً در حال حاضر تنها نقطه اشتراک دست کم ظاهری در اظهار نظرهای همه طرف‌های درگیر است. کیوان حسینی، BBC. پارلمان بریتانیا دقایق پیش بعد از 47 سال رأی داد که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود. در یک رأی‌گیری تاریخی 358 نماینده با خروج از اتحادیه اروپا موافقت کردند، در مقابل 234 نماینده مخالفت خودشون رو نشون دادند. با پیروزی چشمگیر بوریس جانسون در انتخابات پارلمانی راه برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هموار شده. یاسمین میزر تحلیلگر مسائل بریتانیا از آکسفورد با ما هستند. خانم میزر، با این رأی نمایندگان پارلمان بریتانیا موافقت کردند با نظر آقای جانسون که در 31 ژانویه سال 2020 بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج بشه، این رأی به چه معناست؟ این بیشتر پذیرش جداییه. این طرح آینده روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا رو در بر نمیگیره، ولی تعیین کننده مشخصه های خروج یا جداییه. و همونطور که میدونید اتحادیه اروپا تا 31 ژانویه مهلت رو تمدید کرده بود، اگه میخواستن دوباره تمدید کنن مشکلات بیشمار بود. چند تغییر در این لایحه پیش اومده از دوره که آقای جانسون اکثریت کافی نداشت تا امروز. یکیش اینه که تاریخ پایان سال 2020 رو پایان ماندن بریتانیا دونسته، یعنی این یک سالی که بریتانیا هست برای اینکه رابطه آینده رو مذاکره کنه فقط 11 ماه سال 2020. و برخی سازش ها رو که در رابطه با حفظ حقوق کارگران مطابق با قوانین اتحادیه اروپا بود و قبلا پذیرفته بود رو
در لایحه جدید برداشته. حق فرزندان پناهنده هایی که ساکن بریتانیا و فرزندشون خارج از بریتانیاست رو هم برداشته. یک دوره انتقالی در نظر گرفته شده بود بعد از پایان سال 2020 برای اینکه همچنان بریتانیا یک سری از قوانین اتحادیه اروپا رو دنبال بکنه. الان با این رأی گیری امروز چه تفاوتی ایجاد میشه؟ این قوانین رو همچنان مجبور تا پایان سال 2020 دنبال کنه، ولی به هیچ وجه امکان تمدید بعد از این نیست. یعنی واقعا این یک سالی که هست آخرین سال خواهد بود طبق مصوبه امروز. برخی موارد هست که در همین قرارداد استثناء شده بریتانیا ازش، و اونها مثلا نوع رای گیری هایی که برای آینده اتحادیه. متشکرم از شما یاسمین میزر، تحلیلگر مسائل بریتانیا از آکسفورد با ما. شبکه تلویزیونی یک افغانستان برنامه پرطرفدار کاکتوس را به دلیل آنچه فشار و مداخله خوانده متوقف کرده. این برنامه هر پنج شنبه شب به مدت یک ساعت پخش می‌شد. در برنامه کاکتوس شخصیت‌های مطرح درباره مسائل مختلف از جمله فعالیت‌ها و زندگی خصوصیشان گفتگو می‌کردند. مقام‌های افغانستان در مورد توقف این برنامه اظهار بی‌خبری کردند و گفتند از آزادی بیان حمایت می‌کنند. مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، از کابل با ما هستند. آقای خلوتگر، با وجود اینکه مقام‌ها در افغانستان اظهار بی اطلاعی کردند، به نظر میاد که دولت جلوی ادامه پخش این برنامه رو به نوعی گرفته. بله، متاسفانه در افغانستان ما صحبت‌های بسیار رسمی و صحبت‌های دیپلماتیک را در یک مستوا و در یک بستر داریم، بعد عمل کرده به خصوص حکومت و نظام را در یک مستوای دیگر داریم. برنامه کاکتوس از جمله برنامه های مهم به نحوی تفریحی و از طرف دیگر تنزی و انتقادی بود که بینندگان بیشتر این برنامه را به عنوان یک برنامه جدی بهش توجه داشتند. اینجاست که حکومت بر نتابید چون این تنز و تفریحی را، و ما باور دارم که این توقف این برنامه چیزی به جز کار و فشارهایی که از طرف حکومت می آید نیست. یکی از معدود دستاوردهای دولت در افغانستان در این سالها آزادی رسانه ها بوده، و اگر خطری هم ناشی می شده به متوجه خبرنگاران یا رسانه ها می شده، بیشتر خطرهایی بوده که متوجه جان اونها بوده. ولی الان به نظر میاد که آزادی بیان با خطر مواجه هست، اون هم از سوی خود دولت. مدتی است که متاسفانه، البته شاید 3-4 سالی که حکومت نه تنها بر مبنای تعهدات قانونیش در راستای ارزش به نام آزادی بیان عمل نمی کنه، بلکه هر از گاهی از خود نشانه های به جا میگذاره که میخواد این ارزش را محدود بسازه. مسئله بند ساختن یا توقف برنامه کاکتوس یکی از این مسائل است. چیزی که برای ما به عنوان یک روزنامه نگار در افغانستان خیلی مهم بود این بود که در کنار نواقص فرایند 17-18 ساله اخیر، ما چند تا دستاورد کلان داشتیم و مهمترینش قطعا آزادی بیان و وضعیت رسانه های آزاد در افغانستان بود. اما شوربختانه حکومت افغانستان به هر دلیلی که میشه، البته بحث کلانتر روی دلایلش نیاز باشه، فعلا به این ارزش احترام قائل نیست و در صدد حفظ چنین دستاوردی نیست متاسفانه. متشکرم از شما مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان در کابل. حسان دیاب، نخست وزیر جدید لبنان، گفته در مورد حمایت اروپا و آمریکا از او برای تشکیل دولت جدید کاملا مطمئن است. آقای دیاب استاد دانشگاه، وزیر آموزش و پرورش سابق لبنان است که توانست حمایت پارلمان لبنان را کسب کند. در دست حزب الله و پارلمانی که در دست حزب الله و متحدان آن است. میشل اون، رئیس جمهوری لبنان، از آقای دیاب خواسته تا هر چه زودتر دولت جدید را تشکیل دهد. همزمان معترضان در لبنان در اعتراض به نخست وزیر جدید به خیابان ها آمده و بسیاری از راه‌های اصلی را بستند. بر اساس گزارش ها در درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس، نیروهای امنیتی مجروح شدند. نفیسه کوهنورد، خبرنگار اینجا در استودیو با ماست. چرا در مورد حمایت غرب و آمریکا صحبت میکنه آقای دیاب؟
نه چی، به نظر میرسه خب اون بحثایی که بر سر اینه که چه گروه هایی آقای دیاب را حمایت کردن که به این منصب بنشینه، مشخصا حزب الله، جنبش عمل و گروه های مسیحی همپیمان با حزب الله به رهبری آقای میشل اول، و به خاطر اینکه خودشون در نظر بگی که حزب الله در فهرست گروهای تروریستی آمریکا است و آمریکا بارها اعلام کرده که دیگه عزمش رو جذب کرده که هر جور شده فشار رو بر روی حزب الله بیشتر بکنه، بر روی حتی لبنانی ها، دولت لبنان، سیاستمدارای لبنانی بیشتر بکنه که رابطه شون رو با حزب الله قطع بکنن یا محدودتر بکنن. این نخست وزیر با رأی این گروه اومده و با توجه به اینکه لبنان در حال ورشکست شدنه، الان مدت هاست که حقوق خیلی از اداره های دولتی نصفه یا حتی زیر نصف داره پرداخت میشه، خود پول لبنان ارزشش رو در مقابل دلار از دست داده. جالبه که وضعیت رفاهی در لبنان انقدر خوب بود زمانی که همه خیلی از خونه ها شما کارگر میدیدید که دارن، الان مدت هاست که همون کارگرهایی که از کشورهای جنوب آسیا می اومدن الان دیگه نمیتونن بیان، نمیتونن کار پیدا بکنن به خاطر همین وضعیت بحرانی که بعد داره. و نخست وزیر لبنان مشخصا باید الان این گروه های یعنی آمریکا، اروپا و کشورهای خلیج فارس رو جلب بکنه که بیان سرمایه گذاری بکنن، بیان پول بدن، بیان در حقیقت این کمک بکنن که لبنان بدهیاش رو پرداخت بکنه. و آقای دیاب میگه که یک دولت تکنوکرات قرار تشکیل بده که از همه گروه های خارج از این گروه های در حقیقت حزبی بخواد نیرو بیاره که بتونه کمک بگیره. همزمان میبینیم که تظاهرات، اعتراض ها ادامه داره، مردم راضی نشدن با این تغییرات هنوز؟ یک طرف البته الان تظاهراتی که از دیشب شروع شده بخشیش طرفدارای آقای سعد حریری هستن که خود آقای حریری هم امروز در توییترش نوشت که از کسانی که طرفدار من هستن ازشون میخوام که برگردن به خونه هاشون و نباشن. این گروه ها در بخش های سنی نشین بیروت شروع کرده بودن راه ها رو میبستن، ولی بخش دیگه گروهی هستن که الان چندین هفته است در میدان ها هستن. آرمان شهری که میخواستن یک نخست وزیری بود خارج از هر نوع حمایت حزبی، خارج از هر نوع مسئله قومی و مذهبی، که به نظر میرسه که هیچ شخصیتی در حال حاضر اگر از بین سیاستمدارها، چه بیرون، کسایی که از بیرون بودن سیاستمدارهای قدیمی، چه کسانی که الان از داخل هستن، پاسخگوی خواسته های این تظاهر کننده ها نخواهد بود. در نتیجه هر کس دیگه ای هم به این شکل انتخاب می شد قطعا با تظاهرات مواجه می شد، به علاوه این که بخشی از این تظاهرات علیه حالا اون چیزی که میگن نفوذ ایران، حزب الله، مسئله حتی حضور حزب الله در جنگی مثل جنگ سوریه است. خب آقای دیاب باز هم میگم با پشتوانه حزب الله بر سر کار اومده و به خصوص اینکه گروه های سنی در مجلس با آقای دیاب رأی ندادن و همین هم باعث نگرانی جمع بزرگی از سنی های لبنانه که این فرد با اینکه خودش سنیه چرا نتونسته از طرف سنی ها رأی بیاره. متشکرم از تو نفیسه گهنور اینجا در استودیو با ما. به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.